بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحدا، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. سخنان جناب مولانا احمد ایده الله تعالی همکار بسیار گرامی من در رابطه با نماز خیلی مهم بود و ای کاش که خطبا و سخنرانان در رابطه با نماز بیشتر صحبت بکنند و ارکان مهم و پایه های اساسی دین که اگر نباشند در جامعه هیچی در جامعه نیست. بقیه نیکی ها و خیر ها و خوبی ها به جای خود هستند، اما وقت نماز نباشه تمام خوبی ها را تحت تاثیر قرار میده. و لحظه نماز، اقامه نماز، برفایی نماز، نماز نماز مهمه. و آخری جملات رحمت للعالمین همین بود که اتقوا الله فی الصلاة، بعضی روایت ها نقل کرده این جمله را که حضرت فرمودن اتقوا الله فی الصلاة، اتقوا الله فی الصلاة، از خدا در رابطه با نماز بترسید. عزیزان من، اسلام همانطور که نماز داره و زکات داره، حج و روزه داره و عبادت داره، بخش عبادت در اسلام بسیار مهمه، بخش اعتقاد یا عبادت قلب و قالب. اسلام یک دین بسیار وسیعه و دین فراگیره که تمام زندگی بشر را فرا میگیره و بشر را در تمام زندگی و شؤونات زندگی به خیر راهنمایی میکنه، به سعادت راهنمایی میکنه، به موفقیت راهنمایی میکنه. الله رب العزت کل زندگی ما را در نظر گرفته، نه تنها آخرت ما را. اسلام دینی است که در آن سروران گرامی نفرموده که شما برید قبرستان ها بشینید و در قبرستان ها عبادت کنید، شما مال قبرید. این اسلام نفرموده. اسلام دین رهبانیت نیست و او درویشیه که در دین مسیح بود و اختراع کردن، در اصل دین نبود. رهبانیت نبتدعوها، ما کتبنا علیهم الا ابتغاء رضوان الله. در مسیحیت هم رضامندی خدا را الله نوشته بود که حاصل بشه، اما رهبانیت برای طلب رضای خدا ابداع کردن و تراشیدن و رعایت نکردن. فما راوها حق رعایتها. اسلام دینی نیست که تشویق بکنه شما به غاره ها برید، شما به جنگل ها برید، شما دره ها برید و زندگی اجتماعی را و اجتماع را و شهر را ترک کنید. اسلام میگه هم الله را بندگی کنید، عبادت کنید، در وقت عبادت، در وقت مسجد، به مسجد بیایید. 24 ساعت لازم نیست شما در مسجد باشید، در مسجد الحرام و مسجد النبی باشید، بلکه شما هم الله را بندگی بکنید در وقت بندگی و هم زندگی سالم، زندگی راحت داشته باشید. کسب و کار و حرفه و صنعت اسلام شما را تشویق کرده، به تولید تشویق کرده است، به صنعت، به حرفه های صحیح و درست، به کسب و کار تشویق کرده. اسلام مخالف با کسی که میخواد به خانه بشینه قدرت کار داره و کار نمی کنه. الله را بد می آید، الله خوشنود نیست از انسانی که قدرت کار داره و کار هست و کار نمی کنه. کسب و کار هست، نمیره دنبال روزی، تلاش نمی کنه. بعضی هستن که نشستن توی خانه که سر ما یارانا بریزند و بر یارانا را بگیره و با همه زندگی بکنه.
اینا الله تعالی نخواسته که شما اینطور میکنید. الله خواستش برامه و دینی که شما دارید تاکیدش برامه است که شما با دست رنج خود روزی حلال در بیاورید، بری زحمت بکشید، بری کشاورزی بکنید. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره اعلام کردند که مردم هر کس زمین اضافی داره زمین اضافی را نگاه نداره، بده به کسانی که اونها کشت بکنند، یا زمین کشت بکنید و یا بدید دیگران کشت کنند. روایت بخاری هست. و اجاره را هم اسلام جایز دانسته، کسی که مجانی نمیده دیگران زمینش را استفاده بکنند و کشت بکنند، اجاره بده زمینش را دیگران کشت کنند. زمینی که حاصل خیزه آب داره نباید این زمین معطل بشه، نادرسته، ناصحیه، باید از این زمین بهره بگیریم و او را کاشت کنیم و زحمت بکشیم، کشاورزی بکنن مردم، دام نگهداری کنن، دام فروری، دامداری. شما را دین به این مسائل، روزی حلال، کسب حلال، دست رنجتون، این مایه هدایته که شما روزی حلال بخورید. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و عملوا صالحا، فرموده شما روزی حلال به دست بیاورید و بخورید. به انبیا فرموده و عمل صالح، اول روزی حلال، اول نان حلال، بعد عمل برادران. و اگر نان حرام باشه، روزی حرام باشه، یعنی که توفیق عمل صالح هم نصیب نمیشه، انسان موفق نمیشه برای عمل صالح. اسلام شما را تشویق کرده، دین شما را تشویق کرده به صنعت. شما صنعتگر باشید و کارخانه بزنید، تولیدی بزنید و تولید داشته باشید، سرمایه گذاری کنید و برای سرمایه گذاری افراد بیارید که بیکاران کار بدید. الله او زمانه از شما سرمایه داران راضی خواهد بود که شما سرمایه گذاری بکنید و 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر بیشتر و کمتر بیارید مشغول بکنید، کار کنند و نان بخورند، به بچه هایشون روزی حلال بدن، به فرزندانشون روزی حلال بدن. اسلام تاکید داره بر امانت داری، بر حلال خاری، حلال زادگی. اسلام تاکید داره بر حیا، عفت، عفت از بلا تشبیه زنا و بی‌حیایی، با عفت از سوال. سوال هم امیتوری بد است که انسان سوال بکنه از این هم نو بی‌حیایی است. الله منو شما را نجات بده. انسان گرسنگی را تحمل کنه در خانه بهتر از اینه که دست به اینو آن دراز بکنه، این بگه که من ندارم چیزی، اون بگه تو من کمک. و تا آخرین لحظه که جان در بدن داره و میتونه حرکت بخوره، کاری بکنه، بره جای چیزی بفروشه، سر خیابان و نانی بخره و به خانهش بیاره. کسی در بازار مدینه در کنار خیابان نشسته بود و مشک در پالوش بود و شیر میفروخت، کسی گفت که شیر هم چیزیست که آدم بفروشه؟ و برادر تو اعتراض داری که من شیر می فروشم، از سوال بهتره که من شیر می فروشم، شیری می فروشم، شیر اون زمان مجانی می دادن. گفته حضرت فرمودن روز می آید که هیچی نفع نمی رسانه به جز درهم و دینار، کوئی پول نفع می رسانه، روز می آید که هیچی نفع نمی رسانه به جز درهم و دینار، باید جیب از درهم و دینار خالی نکنیم، یعنی کسب و کاری بکنیم، حلال بخوریم، دست رنج و زحمت کش و باشیم عزیزان، از زحمت خودمون روزی بخوریم. الله دوست نداری انسانا که جانماز بیاندازه و همه نفل بخونه، توانایی داره نره کار نکنه و محتاج دیگران باشه. من درویشم، من عابدم،
من عالمم دیگران بیایم من بدل نه خودت زحمت بکش. البته من توصیه نمی کنم علما را به این که برن دنبال کسب و کار، گرچه بزرگان ما در گذشته این کار را می کردن، ولی ما می ترسیم که ملاهای ما علمای ما برن کشاورز بشن و مساجد ما خالی باشن. هیچ کس نباشه. یکی از علما گفته بود که از علمای بزرگوار شیعه که اهل برادران شیعه پیش نماز ندارن و برادران اهل سنت گفتن پیش نماز دارند و هر مسجد 100 طالب داره. و ما گفته که حالا گزارش درو و خدا بدانه که به این عالم داده. مساجد ما در یک روستا یک منطقه 300 تا مسجد، 30 مسجد امام داره، بقیه خالی امام ندارن. ما هم به همین مشکل گرفتاریم، همانطور که برادران شیعه شکایت دارن. شکایت ما دو برابره. مساجد ما امام ندارن بر بسیار جا، و لحاظه این نیست که عالم هست تو امامت نمیم. عالم نداریم، ملا نداریم، با سواد کم داریم، با سواد دینی که امامت بکنن. و من ارز کردم می ترسم که علماء ما باز دهقان نشن، کشاورز نشن، تاجر نشن و فرصتی برای درسی و تعلیمی و امامتی و اینها نکنن. و بعضی علماء رفت استخدام شدن. اون عزیزی که این شکایت کرده بود، من گفتم که نزدیک بودم، من توضیح میدادم که چرا امام نیست. امام همه رفتند و بالاخره بعضی رئیس شدند و بعضی پست گرفتند و برای این خاطر امامت نمی کنند. در هر صورت اسلام دینی است که شما را به حرفه سالم، کسب و کار و زحمت و تلاش و تولید و صنعت و کشاورزی، همه نوع تولیدات سنتی و صنعتی شما را تشویق میکنه. شما هم کسب سالم داشته باشید و هم الله سبحانه و تعالی را بندگی کنه. و الله سوت بوده اون مردان اون تجارت هم چیزی که اسلام را در نظر گرفته و ترغیب داده و مطرح کرده است او را که افراد را الله ستوده و تعریف کرده است که تجارت اونها را از خدا غافل نمی کنی، از یاد خدا. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. زکات این تجار فرداخت می کنن، نماز سر وقتشون می خوانن و از رب العالمین غافل نیستن. مبارکن این تجار. اسلام فرموده اون کسی که از راه حلال نان می خوره، تجار تجارت حلال می کنه، تجارت ناجائز نمی کنه، کسب و کار ناجائز انجام نمی ده. تجارتش تجارت صحیحه، تجارت درستن. اسلام اینها را فرموده است. حدیثی عن حضرتی که تجار یحشرون یوم القیامه مع النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. تجار صادق و امین، التاجر الامین، تجارت که امانت رعایت بکنه، تاجر راستگو باشه، دروغ نگه، امانت رعایت کنه، کالای عیب در را به جای سالم نپروشه، کلاهبرداری نکنه، خیانت نکنه، روز قیامت به انبیا محشور میشه. و فرموده در مقابل تاجره که دروغ بگه و خیانت بکنه و کلاهبرداری بکنه، و روز قیامت فاجر و فاسق محشور میشه به بارگاه الله تعالی. اینها را فرموده فجار روز قیامت محسوب میشن. تجارت باید درست باشه عزیزان. تجارت مواد مخدر تجارت نیست عزیزان. تجارت مشروبات الکلی تجارت نیست. تجارت ربا عرض کنم که تجارت نیست. پول که از رای رشوه بیاید پول نیست. اینا خطرناک عزیزان. تجارت باید جائز باشه. تجارت چیزی که شریعت اجازه داده. حلال ما میبینیم که قائمیش نبیم که کشتی مشروبات الکلی در سائلهای دریا پیاده میشن توی ایران میایم.
مواد مخدر هم سرازیر و بیداد میکنه اینها برای جامعه مضرن، اینا نقصان میرسانه، اینا ضربه میزنن علا در تمام منطقه. بخش بزرگ از امنی که بررسی شده است از اعتیاد، اعتیاد خطرناکه. و هر جامعه که دارن معتاد باشن، هر روستا توی روستا نامنی است، بسیار روستا شکایت است که امنیت وجود نداره، توی شهر ما نامنی رخ میده، بخش بزرگ از این نامنی ها برق میگرده به معتادان. و این معتادین عزیزان من مواد مخدران، مواد مخدر منافعش بسیار محدود بوده ولی مزارش بسیار فراگیر و وسیع و بزرگ بوده است. ولی هزا از رای تجارت اللہ کسی از رای پولی به دست آورده سعی کنه مسیرت تغییر بده و ببره به تولیدی، ببره به کشاورزی، هزینه بکنه. الان کشاورزی ارزش پیدا کرده، مخصوصا پسته خیلی ارزش پیدا کرده و الحمدلله توی منطقه پسته بسیار مرغوب خوب است. خرما ارزش پیدا کرده و خرما در بخش بزرگی از استان ما بسیار چیزی خوز. نخلستان بزنید و باغای پسته بزنید، زراعت کنید، کشاورزی بکنید، دام نگهداری کنید، الله را عبادت کنید، سر دامهایتون، سر کسب و کارتون، نماز تاخیر ندید، نمازتون را بخوانید، زکات را بدید، الله را بندگی کنید، در راه خدا خرج کنید، به فقرا و مساکین رسیدگی بکنید، گرفتار حب مال نشید. بعد بخیل بودن، بعد بزدل بودن، دو تا صفت ذلیلن که با اسلام و دین منافات دارن. عزیزان من بخل هست و بزدلی، سخاوت مند باشید و مردانگی و غیرت داشته باشید، غیور باشید. الله غیوره و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غیور بودن. و صفاتای خوب، صداقت، امانت داری، الله صادقه، محمد رسول الله صادق بودن، امین الله تعالی و محمد رسول الله امینا. شما هم امانت دار باشید، شما هم عهد داشته باشید، عهد شکنی نکنید، وعد خلافی نکنید، در راه الله باشید عزیزان من، این خیلی مهمه. و ما این مسائل باید داشته باشیم عزیزان من، بیکار نباشیم، بی مشغله نباشیم، توکل بر الله. همین نماز جمعه را که شما برقرار میکنید، الله میگه فایضا قضیت صلاتو فانتشرو فی الارض وابتغوا من فضل الله واذکروا الله کثیرا، میگه منتشر بشید بعد از نماز جمعه به زمین، برید سر مغازه تول، مزرعه تول، بعد از نماز، قبل از نماز ممنوعه شما در وقت نماز. بعضی از تعطیل جمعه استفاده میکنم، مزرعه نه غلطه، به دیدن ها اشتباهه، روستا میریم تفریح اشتباهه، نماز بخون بعد از خواندن نماز، فانتشروا فی الارض، بعدا فانتشروا، برید منتشر بشید زمین، مزرعه برید، دیدار خویشاوندان برید، کسب و کار کنید، تجارت کنید، واذکروا الله کثیرا، و الله را به کثرت یاد کنید، لعلکم تفلحون، تا شما رستگار بشید. الله یاد کنید، توبه کنید از گناهانتون عزیزان، و از الله بار بار معافی، به استغفار گریه بر گناه، گریه کنید، گناه را یاد کنید، اونی که یاد نداری عمومی توبه بکنید، توبه های عمومی از هر گناه، استغفر الله ربی من کل ذنب و اتوبو الیه و توبو الی الله جمیعا ایها المؤمنون. آی مؤمنین، دست جمعی توبه کنید، دست جمعی برگردید به الله، رجوع به الله کنید. قهران و زنان جامعه هم کسب و کار کنند در داخل خانه شان و لازم کاری اونجا بلدن. بسیاری از بزرگان ما، اسلاف ما، در داخل خانه کلاه می دوختن از بزرگان. حضرت داود با دست خود نان خوردن و بزرگان ما بسیاری کلاه می دوختن در داخل خانه و می بردن می فروختن و ارتزاق می کردن، یک چیز جرابی می بافتن، یک چیز دیگری درست می کردن و می بافتن، با این زندگی می کردن. روزی حلال خیلی مهمه و
ما اکنون در شرایط عزیز آل من الحمدلله خوبی قرار گرفتیم، شما خودتون اهل بصیرت هستید الحمدلله، بعد از فیروزی انقلاب و امروز هم الحمدلله مردم ما بیدارند، جامعه ما بیداری داره و خوب و شر خوب تشخیص میدن، مسائل سیاسی را مردم ما تحلیل میکنن الحمدلله. امروز شرایط بسیار شرایط خوبی است، شرایطی است که در دولت جدید و در این سیاست دولت جدید تشویق میشه، نه تشویق به سرمایه گذاری میکنن، سرمایه گذار حمایت میکنن، کارخانه ها را میخوان بازسازی بکنن و صنعت که تعطیل شده در بخش صنعت توجه خاص این دولت داره، میخوان که مردم به کار ترغیب بشن، به صنعت و تولید، مردم به سرمایه گذاری و سرمایه گذاری در رأس و اولویت های برنامه این دولت، میخوان که بیکاری و بیمشغلهی برطرف بشه، تورم برطرف بشه و مردم کار کنن، مردم ایران وطنتون آباد کنید، وطنتون سیر کنید، برای وطنتون آباد کنید و زحمت بکشید. الان این سیاست سیاست صحیح و درست، الان انشاءالله شما آینده ما خوشبینیم بر وضعیتی که فعلا هست، که انشاءالله هم استان ما هم کشور ما به سمت آبادانی بره، به سمت آبادی بره، پیشرفت بره و پول ما ارزش پیدا بکنه و الحمدلله. هستی که یک مشکل بزرگ بزرگی بود، دامنگیر ملت ایران مفت و مجان بود، برای این که ما نمیخواستیم که تولید بکنیم سلاح هستی و دشمن گیر داده بود که شما سلاح هستی تولید میکنید. الحمدلله با مذاکرات مشخص شد، با بازرسی و باز دید از کارخانه های ما مشخص شد که ایران اسلامی دنباله سلاح هستی نیست و فناوری هستیه و هستیه سل آمیزی که ایران دنباله ایوان است. این حق ملت ایرانه، هیچ قدرت حق نداره که تحمیل بکنه بر ما اینکه ما سنت هستیه سل آمیز داشته نباشه، حق ملت ایرانه. الحمدلله دولت دنبال حق شما حفظ میشه انشاءالله و تحریما را الله سر شما بر میداره از سر ملت ما. دولت جدید با این روی کرد آمده است که اقوام و مذاهب را بها بده، تبعیض و نابرانی را برطرف بکنه و بی قانونی از مملکت بره و قانون اجرا بشه. ادای روح دکتر روحانی که ملت با اجماع نسبی ایشون رای داد و رای بالای داد، همین بود که قانون اجرا بشه توی مملکت و همه ملت به عنوان شهروند ایرانی شهروند درجه اول باشه. توی این سیاست شهروند درجه اول و دوم نیست انشالله و نخواهد بود. ما بر همین امیدواریم، اقوام و مذاهب امیدوارم بر همین که بدون تبعیض به سر ببرند شایستگان همه و توانمندان همه استفاده بشه، بر حسب شایستگی شایست سالاری بشه، قوم سالاری نباشه، مذهب سالاری نباشه و بلکه همه اقوام برابران، فرقی نداره فارس و بلوچ و ترک و ترکمن و کرد و لور و عرب و همه و همه مسئولین میگن حرف اون هاست، حرف رئیس ماست، رئیس محترم جمهوره که اینها در برابر قانون همه برابرند و باید بین مساوی توجه بشه و اینها در کنار هم در اداره مملکت و در مراکز قدرت و در همه جز اینها استفاده بشه و سیاست دولت جدید همین، این سیاست سیاست درسته، این سیاست میتونه امنیت پایدار بیاره، وحدت ملی قوی بیاورد و بنده این نکته را عرض میکنه که در این شرایط که همه اقوام ایرانی امیدوار شدن و مذاهب امیدوار شدن، ملت ایران امیدواره که آینده خوبی داشته باشه، در این شرایط در هر شرایط ناامنی درست نیست، ولی در این شرایط ناامنی بسیار بسیار
ملامته و نادرسته که در این شرایط کسی رهبندانی بکنه یا گروگانگیری بکنه. گروگانگیری یا نامنی تحت هر شرایط، تحت هر عنوانه و تحت هر کلمات و انگیزه باشه نادرسته. حالا نامنی وقتی ما میخوای تشویق میکنیم سرمایه گذاران را اینجا و بشنوند که اینجا گروگانگیریه و اینجا مشکلات، سرمایه گذار میترسه، ولی این که ضرر میکنه؟ مردم استان ضرر میکنن، بلوچ ضرر میکنه، فارس ضرر میکنه، شیعه ضرر میکنه، سنی ضرر میکنه، نامنی به ضرر همه است. اب بشنوند اون افرادی که داخل مرزن یا بیرون مرزن بخواهن جای بم گذاری بکنن، بخواهن کسانی را اسیر بکنن، گروگان بگیرن، این گروگان گیری به ضرر، ظلم نسبت به اهل سنت، ظلم نسبت به بلوچ، به فارس، به شیعه، به همه ظلم. و اونها بچان هنون نمیدونن، دوراندیشی ندارن، و اگر میدانستن اونها این کار الان انجام نمیدهن، باید کسی صبر بکنن. ببینی حرفی که بنده میزنم، ببینی حرفی که رئیس جمهور زده، ببینی حرفی که دولت میزنه، باید صبر بکنند. کسانی که میگن نخه، بعضی میگن از این وعده ها ما شنیدیم، بعضی حرف ها شنیدیم، نه شما حرف تا حرف شنیدیم، و نباید شما بیاید مرزبانان و کسانی اسیر بگیرن و ما بیان نامنی درست بکنن. حالا ملت جامعه اهل سنت در ایران، جامعه اهل سنت در سیستان و بلوچستان، آپ بدونید که نامنی را قبول نمی کنه، گروگانگیری را قبول نمی کنه. ما امنیت می خواهیم و ما محکوم می کنیم هر کسی را که بخواهد مردم را اسیر بکنه، گروگان بگیره. من خیرخواهانه توصیه می کنم به کسانی که کارا را می کنن دست بردارن. من خیرخواه شما هستم، من خیرخواه مخالفان خود هستم، شخص خود، و انشاءالله برای شخص خود من از کسی انتقام نگرفتم تا حالا انشاءالله، و دنبال نبوده کسی را اذیت بکنن که او دنبال اذیت بنده هست. برای خودم من امیدوارم که برای خودم فکر نمی کنم، برای جامعه فکر می کنم، برای مردم ایران فکر می کنم، برای مسلمانان فکر می کنم، برای شیعه و سنی فکر می کنم. معتقدم که همه کسانی که میگم من مسلمانم نیم و به اسلام منتصفم، ما باید در کنار هم باشیم در مقابل دشمنان و برای منافع خودمان، منافع اسلام اخوت داشته باشیم. نصیحت میکنم من کسانی را که میخوان نامنی درست بکنن، نامنی در این شرایط ضرر برادران، من شما را برادر خطاب کردم، ضرر نکنید این کارا و مردم را نرنجونید و مشکلات درست نکنید. شما فرصت بدید، صبر کنید، و اگر این حرف راست شد شما هم بیایید. الان شما شرایط توی ایرانه که حرف مخالف گوش میکنن، حرف شرایط گفتمانه توی ایران و هر کس حرفش گوش میشه، و وقتی که حرف هر کس گوش میشه شما بیایید از طریق قانون، شما هم بیایید از طریق گفتمان. اینجا نمیتونید، هر جایی هستی در مخالف هر جا هست، از اونجا شما میتونید گفتمان داشته باشید با وسائلی که امروز در دنیا موجوده. ولی نامنی درست نکنید. کسانی که گروگان گرفتن، من خیرخواهانه میگم، خیرخواه همه هستم، میگه گروگانا را آزاد کنید، ول کنید، بیاید. سربازان جمهوری اسلامی هستن، اینها برای مرزبان هم و جز زحمت میکشن، خانواده اینا نگران هم، اما ایما نگرانی، و دست از این کارا بردارید. و الان به هیچ صورت این شرایط اجازه نمیده، در گذشته هم اجازه نداده، ولی الان به طریق اولا اجازه نمیده کسی این کارا بکنه. ما استان امنی میخواهم، برادران، ریش سفیدان، علما، همه اندیشمندان بی تفاوت نباشید. ما باید منطقه امنی داشته باشیم. بعد گزارش میرسه که آقا مشکلات و نامنی هست و سرقت و دزدی است. شما کسانی که سرقت
میکنن، کسی که سرقت میکنه دشمنی با خدایه، دشمنی با ملته. در حال اینها را یا اصلاح بشن یا باید به قانون سپرده بشن، همکاری بکنه تا اینا دستگیر بشن و به قانون تحویل بشن. مردم گناه دارن، مردم باید با امنیت زندگی بکنن، راحت زندگی بکنن. همه ما در این راستا باید همکاری داشته باشیم. من دو نکته دیر شد ولی وقت عرض می کنم، دو تا دغدغه بزرگن که این مسئولین اینا عمومی هن من عرض می کنم. یکی مسئله شناسنامه است، مسئولین امر اینا توجه داشته باشن که در این شهرستان و یا در استان بسیاری هستند که شناسنامه هایشون مشکوک و تابع زده شدن، من خدمات زده شدن بازی را و اینا پریشان هن، اینا جمع بزرگ، اینا هزاران نفرن و اینها نباید برای همیشه شناسنامه‌شون مشکوک باشه، منع خدمات داشته باشن. من نمیگم که اینها همه موارد بالاخره اجحاف بوده و ظلم بوده، شاید موارد اونها اینطوری هم هست، ولی مواردهای را یک موارد دو موارد نیست، خیلی موارد که روی گزارشای غلط مشکوک و تابع قرار گرفتن، روی بغض و عداوت محلی و افراد از روی مخالفت با یک دیگر گزارش دادن و مامورین اینها را منخد، باید برای اینها تدبیر بیندیشد. استاندار هوشمند و استاندار محترم سیستان بلوچستان، استانداری وزارت کشور و دستاندرکاران برای شناسنامه ها باید فکر بجوه. ما حامی شناسنامه جعلی نیستیم، ما نمیگیم کسی که مال این مملکت نباشه و شما شناسنامه او را نگیرید شناسنامه جعلی داشته باشه، ما میگیم که شناسنامه هایی که بر حقان و اینها نسودن توی این بلکه اجرای این قانون. من عقیده ندارم که مامورین محترم زنها را بدون محرمایشون بازداشت بکنن ببرن توی اردوگاه، بچه ها را با عنوان بلاخره کسانی که اینجا مال اینجا نیستن، ولی هر زنی را میبرن، زنهای جوان هم بازه تویشون با محرمشون، شوهرشون، برادرشون همراه باشه. و من مامورین محترم یادآوری میکنن که این کار به هر حال به شؤونات اسلامی نمیخوره و ما باید مواظب آنچه که به شؤونات اسلامی نمیخوره مواظب باشیم. و دومی تذکر که من اینجا میدم عمومیان، مسئله منابع طبیعی است و روستاهایی که ساخته شدن و مجوز ندارند، این بسیاری جا برادران منابع طبیعی گیر دادن بعضی را و شکایت متعدد پیش ما آمده و این روسته ها که ساخته شدن ها روسته ها قانون فقهی است که القدیم و یترک و علی قدمه، کسانی که اینجا روسته های قدیمی اینها را شما نباید گیر بدید، یا روسته هایی که ساخته شدن بعد از اینکه ساخته شدن نباید اینا تخریب بشن، باید شما قبل از اینکه کسی روسته می سازه اونها را بگیرند که ها شما مجوز بگیرید و بسازید، مجوز بدن، همکاری بکنن. اینطور نباشه که مردم کفاره بکنن و مجوز ندن به اونها، مردم چاهایی دارن و مدارکی دارن مال 100 سال 200 ساله، ولی مردم منطقه دنبال سند نبود. هنوز بسیاری هستن که حتی بخش شناسنامه نگرفتن و ایرانی هست. خود عموی من همین چند سال قبل وفات کرد و آخر العمر شناسنامه نگرفته بود و دنبال بود. اون زمانه گفته شناسنامه گفت به سربازی میگیره آدم ها، فرار از سربازی و بعض قانون های زمان شاه مردم شناسنامه نگرفتن، در تمام این طوایف موجوده، کلی طوایف هم این طوران، اینا با ایرانی هستن، با اینا شناسنامه بگیرن، باید در این باره مسئولی برنامه ریزی بکنن، حق از باطل جدا بکنن، جعلی را از شناسنامه صحیح جدا بکنن. و به شهرداری محترم هم یادآوری من همینه که شهرداری محترم قبل از اینکه مردم بیسازن خانه منزل محله میسازن جلوگیری بکنه، نه بعد از اینکه ساختن بگم ما تخریب میکنیم مردم نقصان بکنن ضرر بکنن. ولی منابع طبیعی بیشتر یعنی توی شهر مشکلات است، ولی منابع طبیعی توی بیابان کسانی منزل درست میکنن، باید قبل اینا رو جلوگیری بکنن، بعد که اینا من ساختن روستا ساختن مزرعه ساختن و به این صورت
بالاخره اینا را نامه بزنن که برقشون قطع بشه، آبشون قطع بشه، تهدید بکنن به تخریب. این جمعیت شهر را افزایش میده، جمعیت بیکاران را، اینجا شهر بخش بزرگی از مردم زایدان بیکاران، اینا باید تشویق بشن برن جای دیگه آبادی درست بکنن، نه همه بیا از روستا اینجا. منابع طبیعی هم باید مردمداری بکنه، با مردم با مردمی رفتار بکنه، مسئولین امر در این باره باید توجه بکنن، چاهای تاریخی و آثار تاریخی و قدیمی مردم را نادیده نگیرن. ما هم باید تشویق بکنیم شما را که سند بگیرید، سند ازدواج بگیرید، ازدواجتون ثبت بکنید، آزمایش بدید تا بچه هایی که مشکلات خونی پیدا می کنن انواع مریضی گرفتار میشه گرفتار نشه، گروه خون با هم مطابقت نداره، تدبیری انجام بگیره و میخوان ازدواج بکنن، دوای آمپول چیزی که فزشک تجویز میکنه، سند ازدواج، سند آبادی روستایی، الله تعالی توفیق عنایت بکنه. من معذرت خواهی میکنم که از وقت امروز گذشتم و باید حولهوش یک ماله مازواله این حرفا سلسله وار بود که خدمت شما عرض کردم. امیدوارم آینده درخشانه و آینده روشنی ما داشته باشیم و تاکید دارم شما را که سر ساعت 12 سخنران اول، سخنران دو، سخنران ما داریم دو نیم ساعت تا یک صحبت و بیز سر وقت تشریف بیاورید استفاده بکنید. الان تغییر خورده برنامه نماز جمعه، ماشاءالله برنامه اعلام میکنم، موضوعی صحبت میشه برای شما، برای خواهران مفید میشه، زود تشریف بیاورید و آخر دعوانا الحمدلله.